جدای کریس رونالدو قطعی شد. موترهای کریس از تورن خارج شد. آلگیری ایمباپا، آلابا، پوگبا اهداف اصلی کهکشانی ها برای فصل آینده. پاسخی منفی جاوی به سران بارسا به محض ورود به بارسلونا. واران برود، راموس میماند. پایان کار کومان. لاپورتا به دنبال انتخاب گزینه شایسته. مدت هاست که شایعات جدا شدن رونالدو از یوونتوس شنیده می شود و حالا اقدام اخیر او درستی این شایعات را تایید می کند. تصاویر منتشر شده که خارج شدن موترهای کریس رونالدو از پارکینگ خانه اش در تورین و جابجایی اش به سمت محل دیگر را نشان می دهد. کریس رونالدو شرایط خوبی در یوونتوس ندارد و با توجه به اینکه یوونتوس احتمال دارد سهمیه لیگ قهرمانان نگیرد، او هم ممکن است از این تیم جدا شود. چند تیم مانند رئال مادرید، پاریس سن ژرمن و منچستر یونایتد به عنوان تیم‌های خواهان او نام برده می شود. و حالا با انتشار یک فیلم از جابجایی موترهایش، شایعه خروجش بیش از پیش شنیده می شود. سایت سمپرا کالچو ویدیویی را منتشر کرده که نشان می دهد چند نفر در حال انتقال موترهای گران قیمت رونالدو به داخل یک کامیون حمل خودرو هستند. کامیون هم متعلق به یک شرکت حمل و نقل معتبر بین المللی است که دفتر اصلی آن در لیسبون است. محل انتقال موترها هم حوالی خانه رونالدو در شهر تورین است. مدت هاست که در مورد این فوق ستاره پرتغالی خبرهایی در مورد جدایی اش از بیان کنری شنیده می شود و این حرکت اخیر او یک نشان دیگر از اثبات درستی این شایعات است. احتمال تغییرات اساسی در رئال مادرید وجود دارد. این باشگاه اهدافش برای آینده را مشخص کرده است. نشریه اسپانیایی آس در گزارش مفصل به اهداف آینده رئال مادرید پرداخته است. بر اساس این گزارش، ماسیمیلیانو آلگری به عنوان یک مربی سختگیر قرار است که در عرض 2 تا 3 سال ترکیب رئال مادرید را متحول کند. بازیکنان نظیر راموس، مودریج و بنزما جای خود را به ایمباپا، هالند، کاماوینگا، آلابا خواهد داد. این نقشه با مربی آغاز می شود، اما همچنان نام‌های مهمی در آن نقش خواهند داشت. نخستین بخش این طرح مربوط به ستاره کهکشانی‌های رئال مادرید خواهد بود که باید کیلیان ایمباپا خریداری شود. بازیکنی که بخش زیادی از هزینه های خریدنش را جبران خواهد کرد. رئال بیشترین شانس را برای خرید وی دارد. رئال منتظر است که ایمباپا در همین تابستان رئالی شود. اما اگر شیخ قطری مخالفت کنند، انتقالش به 2022 موکول می شود. از دیگر نام های این پروژه مهم، داوید آلابا مدافع اتریشی بایر مونیخ است. این بازیکن در سن 28 سالگی به عنوان بازیکن آزاد به رئال مادرید خواهد پیوست و جانشین راموس 35 ساله خواهد بود. تقریبا کل اروپا به دنبال آلابا بودند، اما این بازیکن با قراردادی 5 ساله و دستمزد سالانه 12 میلیون یورو و کلاهبری از تجربه در بایر مونیخ برای رئال مادرید می آید تا رهبر خط دفاع رئال مادرید در سالهای آینده باشد. در خط هافبک نیز مذاکرات با کاماوینگا 11 ساله از سر گرفته شده است. جوناتان بارنت وکیل این بازیکن در حالی بررسی روند انتقال است. البته کاماوینگا تنها گزینه نیست و پوگبا نیز همچنان در لیست رئال مادرید است. بازیکن فرانسوی هم در تابستان 2022 آزاد خواهد شد و به همین خاطر یونایتد نمیتواند مبلغ بالایی برای فروش وی باشد. رئال با خرید پوگبا میتواند راه را برای جذب دیگر موکل مینو رایولا یعنی هالند در سال 2022 باز کند. اگر زیدان هفته آینده و پس از بازی مقابل ویارئال در جلسه با پرز استعفا بدهد، به نظر می رسد که آلگری مربی ایتالیایی اصلی ترین گزینه جانشینی او خواهد بود و البته نقشه راه رئال نیز مشخص است. ژاوی هرناندز برای گذراندن تعطیلات به بارسلون سفر کرد و به محض بیرون شدن از میدان هوایی به درخواست مدیران باشگاه بارسلونا پاسخی منفی داد. بارسلونا همانند چند فصل آخر این فصل نیز نتایج مطلوبی کسب نکرد و شواهد نشان می‌دهد که رونالد کومان سرمربی فعلی این تیم مقصر اصلی کسب نتایج ضعیف بوده است. پس از شکست دیشب بارسلونا برابر سلتا ویگو، زمزمه‌های اخراج این سرمربی هلندی و سپردن هدایت این تیم به ژاوی هرناندز شنیده شد و بسیاری معتقدند که مذاکرات این باشگاه با کاپیتان سابقش که در حال حاضر هدایت باشگاه الصد را بر عهده دارد به زودی آغاز خواهد شد. ژاوی که دقایق قبل از قطر به بارسلون سفر کرد و محض بیرون شدن از میدان هوایی با خبرنگاران صحبت کرد. خبرنگار از ژاوی: آیا گزینه جدی جانشینی کومان هستید؟ ژاوی در پاسخ گفت: چیزی در این مورد نمی دانم.
جاوی گفت من برای تعطیلات به اینجا آمدم. این در حالی است که جاوی به تازگی با باشگاه السد برای دو سال دیگر تمدید کرده است و احتمال جانشینی او به جای کومان بسیار اندک است. نشریه آس مدعی شده که در صورت جدایی رافائل واران سرخیو راموس در رئال مادرید خواهد ماند و قراردادش را تمدید میکند. آینده سرخیو راموس و رافائل واران در حاله از ابهام قرار دارد و هر دو بازیکن ممکن است در پایان فصل رئال مادرید را ترک کنند. قرارداد فعلی راموس تا پایان فصل اعتبار دارد و اگر این بازیکن قرارداد جدیدی نبندد میتواند به صورت آزاد به باشگاه دیگری بپیوندد. از سوی ادعاهای وجود دارد مبنی بر این که رئال مادرید در پایان فصل تصمیم دارد رافائل واران را به فروش برساند و باشگاه منچستر یونایتد به صورت جدی خواهان جذب این بازیکن است. در همین حال نشریه آس مدعی شده که در صورت جدایی مدافع فرانسوی راه برای ماندن راموس باز خواهد شد و مدیران رئال مادرید قرارداد او را تمدید خواهد کرد. رئال مادرید حس میکند که فروش واران میتواند بخشی از هزینه خرید کهکشانی های نظیر این با فرا تامین کند. رئال روی واران 70 میلیون یورو قیمت گذاشته و از سوی هم خرید آلابا به صورت رایگان را در خط دفاعی قطعی کرده است. همچنین ناچو که تا سال 2022 قرارداد دارد و به زودی قراردادش تمدید می شود و میلیتائو که در هفته های اخیر درخشیده را در ترکیبش دارد و حضور این مدافع میانی فصل بعد قطعی هستند. اگر رئال مادرید بتواند واران را بفروشد روی تمدید قرارداد راموس تمرکز خواهد کرد و می تواند کاپیتان را حفظ کند. اما اگر واران ماندنی شود هرچند که مشتریان زیادی دارد رئال نمی تواند کاپیتان را حفظ کند. مشکل راموس مالی نیست. در حقیقت کاپیتان پذیرفته که دستمزدش 10% کاهش یابد اما به این شرط که قراردادش به جای یک فصل برای دو فصل تمدید شود. به هر صورت به نظر می رسد که فروش واران درها را برای ماندنی شدن راموس باز خواهد کرد و این اتفاق ممکن است تا چند هفته دیگر بیفتد. سران باشگاه بارسلونا جستجو برای یافتن جانشین مناسبی کومان را شروع کردند. رادیو راکمن اسپانیا اعلام کرد که اخراج رونالد کومان تا 99% قطعی است و لاپورتا به دنبال انتخاب گزینه شایسته برای کومان است، هرچند که تاکنون به جنبندی نهایی نرسیده است. اما خوان لاپورتا تا زمانی که جانشین مناسبی برای سرمربی هلندی پیدا نکرده است او را اخراج نخواهد کرد. با گفته نزدیکان کومان این مربی معتقدند که به دنبال فرم و نتایج اخیر بارسلونا دوران او در این تیم به پایان خواهد رسید. کومان پنجشنبه دیدار با لاپورتا داشت و بعد از آن اعلام کرد که در بارسلونا باقی خواهد ماند، اما ظاهرا شکست شب گذشته باعث شده است تا شاید تصمیماتی در این زمینه گرفته شود. از یورگن کلوپ و یواخیم لو به عنوان گزینه های هدایت آبی اناری ها در صورت اخراج کومان سخن به میان می آید. البته جاوی هم بود که او در السد ماندنی شد. جاوی محتمل ترین گزینه حال حاضر بارسلونا به نظر می رسد. به گفته نزدیکان جاوی باور بر این است که او هیچ عجله ای برای به دست آوردن یک جایگاه مهم در نیو کمپ ندارد، بخصوص که تفکر او همیشه این بوده است که در شرایط مطلوب به نیو کمپ برگردد. بارسلونا با هدایت کومان نتایج ناامید کننده در فصل جاری به دست آورده است. آبی اناری ها هم در لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند و هم در لالیگا شانسی برای قهرمانی ندارد و تنها یک جام به دست آوردند که آن هم جام حذفی بود.